سفر نماینده ایران به پاکستان با تمرکز روی موضوع مهاجران افغان و نگرانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان. شماری از رسانه‌های ایران و پاکستان گزارش دادند که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان با هدف گفتگو درباره مدیریت مهاجران و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، به اسلام آباد، پایتخت پاکستان سفر کرده است. در روزهای پس از حمله مرگبار کرمان که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، آقای کاظمی قمی که سفیر ایران در کابل نیز است، دیدارهای متعددی با رهبران ارشد طالبان داشت و دو طرف داعش را دشمنی مشترک خواندند. به گزارش ایسنا، مذاکرات امنیتی ایران و پاکستان درباره وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه فعالیت گروه‌های تروریستی در آن کشور امروز آغاز می‌شود. همزمان اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی نوشته است که تنش پاکستان با طالبان بر سر کمکاری کابل در قبال پدیده تروریسم و پافشاری پاکستان بر ادامه اخراج افغانهای فاقد مدرک از آن کشور همچنان ادامه دارد. این روزنامه پیشتر از دیدارهای جداگانه فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی و حافظ گل بهادر فرمانده یک گروه شبه نظامی که حملاتی علیه ارتش پاکستان انجام می‌دهد در افغانستان خبر داده بود. منابع طالبان حضور این افراد در افغانستان را تایید نمی‌کنند و در مورد این دیدارها چیزی نگفتند. همچنین محمد عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان پیشتر به نماینده ایران در کابل گفته بود که سیاست طالبان این است که از افغانستان خطری متوجه ایران نشود و در امنیت و ثبات منطقه نقش مثبت ایفا کند.